چرا تصویربرداری از داخل خانه خدا ممنوع است؟ کعبه نامی است که مسلمانان با شنیدنش هوایی شده و فکر و روحشان به سمت خانه خدا می رود. خانه ای را تصور می کنند که از دور روبرویش ایستادند و به راز و نیاز و مناجات با پروردگارشان مشغولند. همه ما خانه خدا را از دور می بینیم، یعنی تنها ظاهر این خانه را می بینیم و نمی توانیم به داخلش وارد شویم. خانه ای که گفته می شود در زمانهای دور محل پرستش بت‌ها بوده و بت‌های فراوانی در آن وجود داشته است. اما امروز چه چیزی در درون این خانه وجود دارد؟ سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. معرفی کعبه. کعبه بنایی در میان مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی است و مقدسترین مکان در دین اسلام به شمار می رود. خانه ای که استحکام کامل دارد و تا کنون پابرجا و استوار مانده است. کعبه ارتباط مستقیم به ارکان اسلام دارد، مخصوصاً فریضه حج که زیارت و طواف کعبه از ارکان حج است. همچنین در برپایی نماز نیز کعبه قبلگاه مسلمانان است. بنابر روایت ها هنگامی که چشمه زمزم زیر پای حضرت اسماعیل از دل زمین جوشید، مردم در این منطقه و به سبب آب این چشمه جمع شدند و شهر مکه را تشکیل دادند و ابراهیم به فرمان خداوند ساختمان کعبه را که در اثر طوفان نوح تخریب شده بود و در آن هنگام اثری از آن نبود بازسازی کرد. در قرآن کریم در مورد کعبه گفته شده است: إن أول البيت الوضع للناس الذي ببكة المباركة وحودا للعالمين. سوره آل عمران. بر اساس برخی روایت ها ساختمان کعبه 10 بار بنیان شده است. به این ترتیب بنیان ملائکه، بنیان آدم، بنیان شیس، بنیان ابراهیم و پسرش اسماعیل، بنیان العمالقه، بنیان جرهم، بنیان مزر، بنیان قریش، بنیان عبدالله ابن زبیر و بنیان حجاج ابن یوسف ثقفی. ساختمان کنونی کعبه از زمان حجاج ابن یوسف ثقفی و بازسازی همان ساختمان در دوران خلافت سلطان مراد چهارم از پادشاهان عثمانی است که در سال 1040 قمری در اثر سیل در مسجد الحرام و تخریب آن از نو بازسازی شد. این ساختمان استحکام کامل دارد و طوری که تاکنون به همین شکل پابرجا و استوار مانده است. فضای داخلی خانه خدا چگونه است؟ خانه خدا تنها در دو مناسبت در سال، چون ماه شعبان و پیش از موسوم حج، باز می شود تا طی یک مراسم رسمی با آب زمزم و گلاب ناب شستشو داده شود، یا در برخی از مناسبت های رسمی دیگر که پادشاهان، سفیران، وزیران و رؤسای کشورهای مختلف می آیند، این در برای آنها باز می شود. طی این مراسم رسمی و یا زمان ترمیم و بازسازی خانه خدا، تعدادی عکس از داخل آن گرفته شده است. آنچه از تصاویر برمی آید این است که کعبه از داخل چندان چراغانی نیست و برق کشی نشده است. در دیوارهای داخلی آن 15 فانوس قدیمی آویزان است. فضای داخل کعبه تنها گنجایش نماز خواندن 50 تا 60 نفر را دارد. همچنین کتابهایی در این راستا نوشته شده و به عکس برداری و تصویر برداری از خانه خدا اشاره شده است. اما به طور کلی همه اینها به قداست و ممانعت از کشف جلالت و عظمت خانه خدا باز می‌گردد تا همچنان اسرار کعبه پوشیده بماند، چرا که برخی معتقدند این عکس ها احترام به خانه خدا را از بین می‌برد. البته تولیت خانه خدا نیز اجازه تصویربرداری و عکس گرفتن از خانه خدا را نمی دهند. این موضوع اگرچه از نظر شرعی و دینی مانعی ندارد، اما اعتقاد به حفظ ارزش و قداست خانه خدا هر گونه تصویربرداری از آن را غیر مجاز اعلام کرده است. با این حال وزارت حج عربستان همه ساله با صدور قانونی ممنوعیت تصویربرداری از داخل حرمین شرفین و صحن‌ها را اعلام می‌کند و از شرکت‌های دارای مجوز این وزارتخانه می‌خواهد تا زائران خانه خدا را نسبت به ممنوعیت فیلمبرداری، تصویربرداری و عکاسی با هر وسیله‌ای آگاه کنند. تا
طی قانون این وزارتخانه آمده است. ممانعت از فیلمبرداری، تصویربرداری و عکاسی از حرمین شریفین و صحنه آن با وسایل مختلف به منظور حفظ قداست این مکان مقدس است و با این کار سعی می شود جو عبادی و بندگی پروردگار برای کسانی که به زیارت خانه خدا و مسجد النبی آمده اند فراهم شود. تصویربرداری از داخل حرم شریف منجر به تشویق، ازدحام و نگرانی می شود. فضای داخلی خانه خدا چگونه است؟ داخل کعبه تا کنون بارها تغییر یافته است. کسانی که به داخل آن رفتند آن را اینگونه شرح می دهند. پس از باز شدن درب اصلی درگاهی وجود دارد که از سنگ سیاهی می باشد. طول و عرض آن 1.5 متر و 20 سانتی متر از کف خانه گودتر است. خانه دارای 2 سقف است. محل دعا و نیایش حضرت محمد در داخل کعبه. ستون از چوب سخت و استواری به قدر 50 سانتی متر و ارتفاع 11 متر از جنوب ظل ناودان کعبه تا شمال در 1 ردیف قرار دارد. سطح آنها با 1 روکشی به عرض 5 سانتی متر و به صورت نوار از چوب گران قیمتی به نام تیک پوشانیده شده است و ستون‌ها در پایین مکعب شکل هستند. هر ستون را سازه‌هایی از طلا و نقره همچون دستبند فرا گرفته و بر آن سازه‌ها آیات قرآنی حک شده‌اند. در ارتفاع 5 متری بین ستون‌ها مفتول‌های آهنی کشیده‌اند که هدایای مختلف کعبه از قبیل ظروف و قندیل و آفتابه‌های نقره‌ای در آن مفتول‌ها قرار دارد. تعداد این هدایا به 70 عدد میرسد و بعضی از آنها بسیار قدیمی هستند. دیوارهای داخلی تا ارتفاع 4 متر و کف خانه از سنگ خاکستری رنگ پوشیده شده و بین ستون اول و دوم روبروی درب خانه صندوقی 70×100 سانتی و ارتفاع 1 متر از همان سنگ وجود دارد که دربی چوبی و بسیار زیبا دارد. داخل آن کلید درب بام کعبه و مشک و انبر و عود نگهداری می شود. آب زمزم با گلاب دو آتشه کاشان در داخل همین صندوق با هم به صورت مخلوط و سپس استفاده می شود. در روبروی درب کعبه و در ظل مقابل در فاصله 1 متری رکن یمانی سنگ قهوه‌ای رنگ که بالای آن به شکل محراب گرد است وضع شده که میگویند محل نماز پیامبر است. این محل تقریبا همان محل شکافته شدن کعبه و تولد حضرت علی علیه السلام است. پس از ورود به کعبه در سمت راست یعنی در رکن عراقی دربی به نام باب التوبه یا باب علی علیه السلام وجود دارد که قفل است. پشت این درب پلکانی مارپیچ وجود دارد که تا سقف امتداد دارد و پله های آن از نوی شیشه یابی رنگ تهیه شده است. تمامی سقف خانه و دیواره های آن تا ارتفاع 4 متر از پارچه هایی به رنگ سبز با میاندوزی های سفید پوشیده شده که بر آن لا اله الا الله و محمد رسول الله دیده می شود و هر 2 یا 3 سال عوض می شود. بر دیواره های شرقی و غربی به ارتفاع 1.80 سانتی متر کتیبه های مختلفی که تجدید بنای داخل کعبه را در طول سالها نشان می دهد نصب شده که قدیمی ترین آنها 629 هجری قمری و جدیدترین آنها 1407 هجری قمری را نشان می دهد. درون کعبه هیچ گونه چراغی وجود ندارد و به خاطر بسته بودن درب به شدت گرم می شود. به هنگام باز کردن درب با کولرهای گازی قوی که در پلکان هوشمند با بازوان برقی قوی آن را خنک می کنند و هوای تازه را وارد کعبه می نماید. اینها شرح مشاهدات افرادی است که سعادت تشرف به داخل کعبه را داشتند. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.